بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به رویدادهای خبری افغانستان و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. امروز یک شنبه 29 قمر سال 1390 خورشیدی است که برابر میشد با 29 نوامبر سال 2011 میلادی. خبرها را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اظهار نظرها در مورد مکلفیت های حکومت افغانستان در قبال پیمان همکاری های استراتژیک با آمریکا. واکنش شدید وزارت تجارت افغانستان در برابر احتکار کنندگان گاز مایع. و سه کشته در پی برخورد معترضان مصری و نیروهای پلیس در شمال قاهره. من اورانوس مصمم هستم به مشروع خبرهای این ساعت. شمار از اعضای مجلس سنا میگویند که طرح پیمان همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا باید برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود. آنان میگویند که صلاحیت شورای ملی برای تایید یا رد این پیمان محفوظ است. در عین حال این سناتوران خواستار تقدیر از مسئولان امنیتی به خاطر تامین امنیت برگزاری لوی جرگه عنعنوی در کابل شدند. فریده سوما گزارش میدهد. مجلس سنا در جلسه عمومی روز یک شنبه برگزاری لوی جرگه عنعنوی برای مشوره دهی در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را ستود. با این حال شمار سناتوران تاکید دارند که طرح این پیمان برای تصویب باید به شورای ملی فرستاده شود. که در امریکا متحده ایران سره په هماغه باندې بحث کېږي که مخکې له مخکې بیا دې د ملي شورا سره په هماغه باندې مشاوره یا ورسره خوشحالي شي، دا بیخي په آینده کې مثمر او تخنیکي بیخي هیئت اداری مجلس سنا میگوید صلاحیت شورای ملی برای تایید یا رد این پیمان محفوظ است. در همین حال شماره سناتوران میگویند هرچند که مخالفان مسلح دولت هشدار داده بودند که جریان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را مختل میسازند، اما به گفته آنان نیروهای امنیتی در امر تامین امنیت این جرگه بهتر عمل کردند. بعد از سال 2014 اگر مقامات امنیتی افغانستان بخواهند، ما میتونیم در داخل کابل و شهرهای بزرگ دیگه افغانستان امنیت تامین کنیم اگر بخواهند. ما واقعا به نیروهای امنیتی افغانستان، به سربازان، پرضابطان و افسران پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی افتخار میکنیم. باید همه بخشهای امنیتی با تقدیر شوند، ببینیم که دشمن چقدر به اینجا مصرف کرد و چقدر میخواست که اخلال بکنه تدابیر امنیتی ما را. با همه دفاع فضل خداوند بزرگوار ما موفق برآمدیم. خود امنیتی زواکونو باندی دیر ویار کنی افتخار میکنم چه زمون دو میدونو او دهلو نمون دیر روار کارونیو. روز شنبه و در مراسم پایانی لوی جرگه عنعنوی رئیس جمهور کرزی نیز و دلیل تامین امنیت بهتر این جرگه از منصوبان و مسئولان امنیتی ستایش کرد. حکومت افغانستان مکلف است برای رسیدن به اهدافش در پیمان همکاری های استراتژیک با آمریکا به تعداد و وظایف خود پابند باشد. حزب حق و عدالت با ابراز این مطلب از برگزاری لوی جرگه عنعنوی و مشورت های اعضای این جرگه در پیوند با امضای پیمان همکاری های استراتژیک با آمریکا و گفتگوهای صلح با مخالفان اعلام حمایت کرد. در همین حال شمار از آگاهان بر مدیریت دقیق و روی دست گرفتن برنامه‌های گسترده توسط حکومت افغانستان تاکید می‌کنند و می‌گویند برای قانع ساختن آمریکا باید این کار عملی شود. شرح بیشتر از جمایل فرید. پس از ارائه قطعنامه 76 ماده‌ای لوی جرگه عنعنوی و حمایت این جرگه از بستن پیمان همکاری های استراتژیک با آمریکا، حزب حق و عدالت با پشتیبانی از برگزاری این جرگه و مشورت های آنان میگوید انتظار داشتند که جریان مذاکرات انجام شده با آمریکا و مفاد پیمان همکاری های استراتژیک در اختیار شرکت کنندگان این جرگه قرار گیرد. اعضای این حزب تاکید دارند برای رسیدن به اهداف حکومت در این پیمان، دولت افغانستان باید به تعهداتش پابند باشد. دولت افغانستان باید به تعهدات و وظایف خود در این راستا عمل کند تا اهدافی که افغانستان از همکاری های استراتژیک دارد برآورده شود. هر نوع تعهدی که صورت بگیره، هر نوع توافقی که صورت بگیره، ما اگر در چوکات تأمین ارزش های ملی، منافع ملی و تأمین حاکمیت ملی افغانستان مطرح باشه، طرف تایید ما هست.
در همین حال شماری از آگاهان برخی پیش‌شرط های مشورتنامه لوی جرگی عنعنوی را حساسیت برانگیز خوانده و میگویند برای قانع ساختن آمریکا در پیوند با برخی از این پیش‌شرط ها نیاز است تا حکومت افغانستان مدیریت دقیق و برنامه‌های گسترده را روی دست گیرد و عملی سازد. ما با نیازمند از این هستیم که حکومت افغانستان در اینجا یک پروسی بسیار وسیع و مثبت پیش بیاد تا بتونه که جمع قناعات آمریکا را هم فراهم بسازه و اونا هم بتونن این قضیه را به سنا و شورای خود پاس کرده و بتونن که به نفع افغانستان قدم مثبت را برمونن. مدیریت این پیمان بسیار مهم است که دولت افغانستان از این پیمان سودی خوب ببره و استفاده معقول و درست بکنه و بتونه مشکلاتی که در افغانستان باقی مانده، چالش‌هایی که از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی توقف عملیات شبانه نیروهای خارجی و توقف عملیات خارجی ها بدون هماهنگی دولت افغانستان، مشخص ساختن تأسیسات آمریکایی در مناطق مرزی و رقم آن، عدم مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان و حضور موقت نیروهای آمریکایی در کشور از مهمترین شرط هایی است که در قطعنامه پایانی لوی جرگه عنعنوی بر آن تاکید شده است. در قطعنامه گفته شده هر سندی که بین آمریکا و افغانستان امضا می شود باید از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شود و همچنین سند امضا شده بین آمریکا و افغانستان در سازمان ملل متحد ثبت شود. میزان خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته بیش از 3400 مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با وجود افزایش آمار خشونت علیه زنان در کشور، این وضعیت نسبت به کشورهای همسایه افغانستان بهتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش. گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ها کیست که آمار خشونت علیه زنان در این کشور افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش در سال جاری بیش از 34000 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش همچنان شامل آمار و ارقامی است که از تأسیس این کمیسیون تا کنون به ثبت رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که از زمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا کنون 39532 مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است که از رقم بیش از 13000 انواع خشونت های فیزیکی بوده، بیش از 3000 آن تجاوز جنسی بالای زنان و نزدیک به 10000 آن نیز خشونت های لفظی بوده است. این کمیسیون از افزایش آمار خشونت علیه زنان در سال جاری در افغانستان خبر می دهد. بیشتر خشونت هایی که به کمیسیون یعنی ثبت شده، بیشترشان خشونت های خانوادگی بودن که تقریبا 97% خشونت های خانوادگی تشکیل می دادن. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که 97% خشونت علیه زنان در افغانستان توسط مردان صورت می گیرد. به گفته رئیس این کمیسیون، مجازات نشدن ناقضان حقوق بشری یکی از چالش های جدی در افغانستان است. شما مثلا میبینین قضایای تجاوزات جنسی سر اطفال یا تجاوزات جنسی سر دخترها، او را برخورد بسیار جدی از طرف نهادهای مختلف دولتی صورت نمیگیره، یا ادامه فرهنگ مافیات در رابطه با خشونتهای جنسی متاسفانه هنوز در افغانستان زیاد است. شما وقتی میبینین که فکر میکنن که این مسائل شخصی است، اگر کدام دختر را در مابین یک فامیل میکشن، او را جدی نمیگیرن که پدر از او را یا برادرش که عامل قتل است او را بیارن زندانی بکنن. فکر میکنن که مسئله ننگ و ناموس داخل فامیل است، به او خود برخورد نمیکنن. نه، نمونه شمی دخترهایی که در غور، دو تا دختری که در غور دوره زده شد علنی، او نفری که حکم داده بود دستگیر نشده. گفته می شود که این نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1382 خورشیدی به این سو بیش از 1400 بار از محلات دیدن کرده اند که افراد متهم نگهداری می شوند. بقیه خبرها از کشور پس از وقفه کوتاه. No.
نمودن این پیشکش به شماره 745 در تماس شوید. یک شرکت افغانی توسط افغان ها برای ما. افغان بیسیم ارتباط دهنده افغانستان. ساختمان های در حال اعمارن که شهر کابل را رنگ دیگر و رونق بیشتر می بخشن. مکان هایی که رویاها را به واقعیت تبدیل می کنند. مکان هایی که زندگی را ترقی می بخشند. با اونکس پیشرفته ترین شرکت ساختمانی در افغانستان خوش آمدید. سازنده آپارتمان ها و دفاتر با استانداردهای جهانی در سطح کابل، جایی که فناوری و آرامش خاطر با هم یک جا گردیده تا مکانی برای زندگی راحت و سرشار از خوشی ها را برای شما به ارمغان بیاورند. در یک کلام، ساختمان های اونکس مکانی برای زندگی ایرانی سرشار از آسایش و سهولت می باشند که با شما تجربه باور نکردنی را هدیه می دهند. آنکس، ارمغان آورنده فردای بهتر. آرزوها را واقعیت می بخشد. یک دخه عمر کلان، یک دخه عمر؟ پیش می آورد سرفکسل با فرمول متخصص لکه‌گیری که لکه های مانند چای و کچپ را در یک دقیقه پاپ می کند. سرفکسل داغ را در یک دقیقه پاپ می کند. باز هم خوش آمدید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید رشد دموکراسی بدون حضور زنان در افغانستان ممکن نیست و بر حمایت و همکاری کشورش برای پیشرفت زنان در افغانستان تاکید کرد. از سوی هم وزارت امور زنان از تطبیق پروژه های ظرفیت سازی برای زنان افغان توسط اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا قدردانی کرده است. برخی زنان افغان با آنکه تطبیق پروژه های کوچک برای آموزش های حرفه ای زنان افغان را موثر میدانند، اما میگویند این برنامه ها برای حل مشکلات عمده زنان کافی نیست. تفصیلات بیشتر از عبدالوکیل نایبی. برنامه مساعدت های کوچک سفارت امریکا به منظور تساوی جندر در افغانستان که از 2 سال قبل رسما آغاز شده بود امروز پایان یافت. این پروژه به منظور بهبود وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و دختران افغان به کمک مالی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده را اندازی شده است. مسئولان این برنامه میگویند 400 هزار زن افغان در 180 ولسوالی توانستند از این برنامه در بخش های انکشاف اقتصادی، آموزش های حرفه‌ای، بهبود صحت خانواده، تعلیم و تربیت و بخش های سواد آموزی مستفید شوند. نهادهای زیاده در افغانستان هستند که برای تقویت و رشد زنان افغان در عرصه‌های مختلف کار می‌کنند. پیشرفت دموکراسی بدون حضور زنان مؤثر نیست. این روشن است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون حضور نیم از پیکر جامعه خود رشد کند. حضور زنان و دموکراسی هر دو دوشادوش هم حرکت می‌کنند. ما تانستیم تا کنون در 16 ولایت کمپلکس های مراکز آموزشی و تفریحی را بر زنان بسازیم که ای شامل استادیوم سپورتی، رستوران، مارکیت فروش، فروشات صنایع دستی و مراکز آموزشی حرفه ها، سواد حرفه، کامپیوتر و غیره می باشند. اما برخی زنان اشتراک کننده در مراسم اختتامی این برنامه خواهان راهبردهای بیشتر و مؤثری برای زنان افغان هستند. امروز ما بیشتر نه زنای معتاد داریم، ما امروز بیشتر نه جوانای معتاد داریم که پیامد بیکاری هست عمدتاً این مسئله، و های کار جامعه جهانی یک مقدار توجه به بنیاد اساسی جامعه افغانستان بکنه و به خاطر اعمار و بسازی فابریکه های افغانستان اقدام نیک بکنن. مشکلات زنان ها نهایت درجه بزرگ است و هر قدر که پروژه های بزرگ هم باشه بازم مشکلات اونا باقی میمونه. منتها برنامه ASGP یک آغاز بسیار خوب و مثبت است. افغانستان کشوری که با گذشت 10 سال از کمک های جامعه جهانی و با وجود تلاش نهادهای دفاع از حقوق زنان هنوز شاهد گزارش های خشونت علیه زنان می باشد و گفته می شود که در اکثر مناطق افغانستان شمار زیادی از زنان به درستی در مورد حقوقشان آگاهی به دست نیاورده و همچنان با انواع خشونت ها دست و پنجه نرم می کنند. و خبر اخیر از کشور این که در پی عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت نورستان 10 طالب مسلح کشته و شمار از آنان بازداشت شدند. پلیس سرحدی در شرق افغانستان میگوید در آغازین روز این عملیات برخی مناطق را از کنترل مخالفان مسلح دولت نیز بیرون کردند.
عملیات نظامی فولاد طوفان در بخش‌های از ولایت‌های کنر و نورستان از سوی نیروهای مشترک افغان و ناتو راه‌اندازی شده است. پلیس سرحدی در شرق کشور می‌گوید 10 طالب مسلح در جریان این عملیات در ولسوالی کامدش نورستان کشته و شمار دیگری آنان نیز بازداشت شدند. وضعیت برخه که فعال در پکولن نورستان ولایت که اغا پاکستانی طالبان دی که در پولی اغا را سوزن دی آزده کرتن چی چناره بام دوی سره دی یعنی زیاده برخه در وصلوان و مخالفین و اغا همه و طالبان و هشمدیان و اشغال کرده آزده و انتاری پایدت مکزی دلده. وای از تصرف ولسوالی های ناله، بریکود و باخشه در کنر و نیز کامدش، گردش و چنارخور در نورستان در جریان این عملیات از نزد طالبان مسلح خبر می دهد. به گفته سخنگوی پلیس سرحدی در شرق کشور در این مناطق بیشتر جنگجویان پاکستانی، عرب و چچینی حضور دارند. کنر نورستان ولایتی آغا پاکستانی طالبانی که در پولی آغا را سوزنگی آزده کرتم چی چناره بام دوی سرگی یعنی زیاده برخد در وصلوان و مخالفین و آغا نالای یک منطقه سرحدی افغانستان است که با چترال پاکستان راه دارد. به گفته مقامات محلی بیشتر جنگجویان طالب از این طریق از پاکستان به افغانستان می آیند و به فعالیت های دهشت افغانی می پردازند. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان می شود. بیننده آریا نباشید. نمودن این پیشکش به شماره 745 در تماس شوید. یک شرکت افغانی توسط افغانها برای افغان بیزی ارتباط دهنده افغانستان. گوارا نوشابه سوپرکولا. شرکت صنعتی تک تا سیکلت ممثل کیفیت و استحکام موتورسیکلت های 125 سی سی تک تاز با طراحی جدید و زیبایی متفاوت با 25000 کیلومتر گارانتی انجین همراه با خدمات پس از فروش. تک تاز سیکلت باور ایام در صنعت موتورسیکلت. تفاوت را احساس کنید. اینک تک تاز سیکلت با طرح جدید آماده است تا رضایت شما مشتریان گرامی را حاصل نماید. تک تاز سیکلت موتورسیکلت امروزی ها. آدرس هرات در بخش مقابل تانکتل شرکت تک تاز سیکلت. شماره های تماس 04-22-98-32 و 07-400-421. سرعت، قدرت و نهایت کیفیت موتورسیکلت های لیفان و غزنوی 125 و 150 سی سی با 18000 کیلومتر گارانتی، محصولی از شرکت صنعتی بارک هلمند. آدرس دفتر مرکزی هرات، جاده قمندانی امنیه، هراتی مارکت. شماره های تماس 07-4071، 07-4071 و 07-11-2071. ها
حال از جهان درگیری بین تظاهر کنندگان مصری و نیروهای پلیس در برخی مناطق مصر سه کشته و چند زخمی بر جا گذاشت. این درگیری ها صبح روز یکشنبه در برابر ساختمان مدیریت امور امنیتی اسکندریه واقع در شمال قاهره رخ داده است. تظاهر کنندگان از روز شنبه ساختمان مدیریت امور امنیتی اسکندریه مصر را به محاصره خود درآوردند. تلاش پلیس برای شکستاندن محاصره منجر به درگیری شده است. درگیری در این محل همچنان ادامه دارد و پلیس برای مقابله با تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده می کند. درگیری در میدان تحریر که هزاران مصری در آن تجمع کردند نیز یک کشته بر جا گذاشت. بیشترین تجمع کنندگان در این محل در اعتراض به سند مبانی قانون اساسی تجمع کردند. یک منبع امنیتی مصر تاکید کرد که نیروهای پلیس در مقابله با تظاهر کنندگان از سلاح گرم استفاده نکرده و تنها به گاز اشکاور متوسل شدند. انگلستان از دستگیری سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی رهبر پیشین لیبیا استقبال کرده و بر محاکمه منصفانه وی تاکید نموده است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز میگوید کشور مابوش دستگیری سیف الاسلام که محکمه الهه از چند پیش حکم دستگیری وی را بعد از ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرده بود با ارزش میشمارد. فرانسه یک بار دیگر حمایت خود را از شورای ملی انتقال قدرت در لیبیا و ویژه در زمینه تحویل سیف الاسلام به محکمه الهه برای برگزاری محکمه عادلانه اعلام cards. شما بیننده یه چند رویداد اقتصادی هستید. مسئولان در ریاست مواد نفتی میگویند قرار است فردا شما را از احتکار کنندگان گاز از سوی وزارت تجارت بعد از لیدم شدن گازهایشان برای سالان ولی معرفی شوند. به گفته آنان بعد از تعیین قیمت گاز از سوی حکومت مافیای مواد نفتی واردات گاز را به افغانستان متوقف کرده و مانع ورود گاز به کابل میگردند. وزارت تجارت برای کنترل قیمت گاز از ریاست جمهوری خواسته است تا این مواد سوخت موقتا از سوی حکومت وارد شود. مسافر قوخندی گزارش میدهد. با همه تلاش های مقام های حکومتی برای کنترل و پایین آوردن نرخ مواد سوختی به خصوص گاز، گمان می رود تا کنون این تلاش ها مؤثر واقع نشده است. سر گاز داشته که عدس می دیم، داشته که سه ماره، به خانم ماندیم، شیرخوی را آمدیم اینجا، منتظر سشته معمول آزان هست. مردم هایی هست که اصلا نمی تانم، خدا شاید از مادم قدر وقت و از سماوات چوبی به حساب استفاده میکنیم چون کیلوی 90 رو به گاز است نمیتونیم استفاده کنیم. بعد این روز گفتم آمدم این میجه رخصتی بگو بر صبح بیاد. صبح آمدم کل گازا را یک طرف پیش میم. ما از دولت همی تقاضا داریم که یک ذره همی نرخ ها رو بشکنانه. روز یک شنبه ریاست مواد نفتی برای رسیدگی به این مشکل شماره شرکت های وارداتی گاز را در کابل مسدود کرد. اما بیشتر این شرکت ها از وارد نشدن گاز در یک هفته اخیر به کشور خبر داده و دلیل آن را پایین بودن قیمت فروش و مداخله دولت در بازار عنوان میکنند. متاسفانه کسایی در رأس کار قرار داره مافیایش وجود داره. هر وقت خواستن تلا رو طرف قید میکنن، گازی طرف قید میکنن، فهمیده گاز که امروز قیمت برج ترکمنستان به $600 از به $700 فهمیدن به اینجا بازار $400 رسیده. علتش خود دولت است. دولت وقتی که رسیدگی نکنه کس منافع دیگران فکر نمیکنه. اگر ملت واقعا دوست دارن دی چیزا رسیدگی کنن، یک 5000 تن ذخیره دایرتان بس، یک 5000 تن ذخیره در ترکمنستان در مرز ترکمنستان بس، هیچ زمان قیمت ها بالا نمیره. انجینیر فرید شیرزاد رئیس مواد نفتی وزارت تجارت میگوید شمار از وارد کنندگان گاز یا مافیای مواد نفتی بعد از تثبیت قیمت ها از سوی حکومت دست به احتکار زده و مانع ورود گاز به شهر کابل شدند. شخص خود من و با شمول یکی از مویسایبا و پیشنهاد میکنیم به اداره محترم لوی ساران ولی یک تعداد از ساران و سایبا ما میریم در شرک بندری ایرتان کسانی که گاز احتکار کرده نمیمونه که به طرف شهر کابل گاز بیه. اونا را ما هرچی عاجل به پنجه قانون اونا را تسلیم میتیم و گازایشان را ما لیلام میکنیم. او میگوید برای جلوگیری از بلند رفتن قیمت ها برای ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که حکومت موقتا مواد نفتی را وارد کند. وزارت محترم تجارت و صنایع افغانستان در اخیر پیشنهادش به مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان ای خواهد بود که گاز انحصار شود، دیگه به هیچ کسی به هیچ شرکت اجازه داده نشه که اینا گاز وارد افغانستان بکنه. گاز از یک دست از طرف دولت وارد افغانستان شود و به هموطنان عزیز ما به یک نرخ معین و خوبی توزیع شود. اینکه اقدامات ریاست مواد نفتی و گاز مایع در کاهش و کنترل قیمت مواد سوختی بخصوص گاز چقدر مؤثر واقع خواهد شد پرسش است که زمان به آن پاسخ می‌دهد. مسافر قوقندی، تلویزیون آریانا، کابل.
و اینکه کشاورزان در ولایت هلمند از کشت پنبه مایوس شدند. حقین میگن که بازار پنبه تشویق شدند ولی اکنون برای فروش محصولات آنان بازار وجود ندارد. مقام های محلی نیز این مشکل را تایید کرده، میگن در سال روان برای فروش 3000 تن پنبه پلان در نظر گرفته شده بود و بیشتر از این دیگر امکانات در اختیارشان قرار ندارد. کشاورزان در لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند میگویند در سال روان برای آنان گفته شد که به عوض کوکنار باید پنبه کشت بکنند و به گفته آنان حکمون که حاصلات خود را جمع آوری کردند بازاری برای فروش وجود ندارد و تصدی بوست نیز از خرید پنبه آنان امتناع میورزد. دلته حکومت مشتوای اشتراک مکری و دغه کری پنبه کری پنبه چې موږ وکړو یو معنی په شپته کاردار مشتره چولی یو غونی امباره په 5000 په 3000 روپی دی اغه خپل مصرف نه جوړي و چې پاپریکا درا له پاپریکا نه غوړي ډیر سلوي ټکټر او موټر ولاړ خلک انتظار وته ناس چې څار مو پمبر او ول پمبا باندې پمبا نه تاویل او روپي نه لرو او روپي څار وخت مو روپي پیدا کړ کال بعد 15 میاشتې بعد 10 میاشتې بعد به روپي درکو. به گفته آنان اگر تصدی بوست به صورت دوامدار محصولات پنبه را خریداری کند زر این نبات دیگر هم رشد میکند. در غیر آن کشاورزان دوباره به کشت کوکنار روی خواهند آورد. در همین حال شیر محمد رئیس تصدی بوست میگوید در سال روان به اساس فیصله شورای وزیران و وزارت تجارت و صنایع کشور به این تصدی امکانات خریداری 3000 تن پنبه داده شده بود و بیشتر از این دیگر امکاناتی در اختیار این تصدی نمیباشد. بعضی تصدی بوست در زارین مقابل که مکلفیت نلری بلکه شخصی تجار او سکتوری خصوصی چه فابریکی جور کلی اوی هم پا دی پنبی که حق لری او باید خپل در ضرورت پا نازه بندی پنبه به زرین سخرانیست. رئیس تصدی بوست میگوید اگر امکانات مالی بیشتر در اختیار آنان قرار داده شود حاضرند که پنبه بیشتر را از کشاورزان خریداری کنند. به گفته مسئولان در سال روان در مساحت 33000 جریب زمین در هلمند پنبه زرع شده است که حاصلات آن حدود 15000 تن پنبه می شود. لیزا یوسفزای خبرهای ورزشی را تقدیمتان می کند. با عرض سلام توجه کنید به چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال افغانستان جهت حضور قوی تر در مسابقات فوتبال کشورهای جنوب آسیا آمادگی می گیرد. گزارش داریم از تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان که با هم می بینیم. قرار است از چند روز دیگر مسابقات فوتبال قهرمانی کشورهای جنوب آسیا در کشور هندوستان آغاز شود. تیم فوتبال افغانستان نایب قهرمان دوره گذشته این مسابقات تمرینات خود را سپری می کند تا بتواند از عنوان قبلی خود دفاع کند. به گفته همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، بازیکنان این تیم از ماه‌ها گذشته تمرینات خود را آغاز کردند و برای حضور قوی‌تر در این مسابقات برای یک اردوگاه تمرینی روز سه‌شنبه عازم کشور امارات متحده عربی می‌شوند. در این کشور بازیکنان افغانستان مقیم اروپا و آمریکا نیز به تیم اضافه شده و عازم کشور هندوستان می‌شوند. این اردوگاه بتانی ما از این اردوگاه یک تجربه خوب، یک امانگی خوب پلیرهایی که از خارج از کشور، از کشور اروپا و از کشورهای اروپایی و امریکایی میاین با تیم میپیوندند. افغانهای ما امیدوار هستیم که یک اردوی خوب باشه که بتانیم یک دستاورد و یک نتیجه از این مسابقات صف به دست آوریم. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان نیز در صحبت‌های از آمادگی خود برای حضور قوی در مسابقات کشورهای جنوب آسیا میگویند. چون که شما میبینین دیگه کشورها از لحاظ اقتصاد، از لحاظ تشویق چیزا از ما که بهتر هستن، مگر ما غیرت افغانی داریم ببینیم چی میشه دیگه. بله، ما تقریبا دونی ماست که تمرین میکنیم در اردوگاه چمن مصنوی، آمادگی خاص داریم. آمادگی خوبی گرفته بچه ها، چون از یکونی ما به این طرف و انشاءالله که روزای سه شنبه یا چهار شنبه به کشور دوبای یک سفر داریم به خاطر اردوگاهی که بچه های دیگه هم از جرمنی و امریکا ایجا میان. انشاءالله دو بازی دوستان هم داریم که برای ما بسیار مفید است این بازی. تیم فوتبال افغانستان در نخستین دیدار خود در این مسابقات 12 قوس به مسافه کشور هندوستان میزبان این مسابقات میرود و در بازی دوم با سریلانکا دیدار میکند و در سومین بازی مرحله گروهی به مسافه تیم بوتان میرود. امین امینی به عنوان اولین مربی دروازه‌بان‌ها از فیفا مدرک دریافت کرد. این مربی در کورس مربیان دروازه‌بان‌ها در سریلانکا حضور یافت و توانست اولین مدرک مربیگیری دروازه‌بان‌ها را دریافت کند. یک چیز بسیار نو است. اینجا افغانستان هم گلپیکرها احتیاج به تمرین‌های نو دارند. اما گی تشنه یک تمرین هستند. دیگه امیدوار هستم که ما همه چیزی که اونجا مختیم به افغانستان، به گلپیکرها، به همه گلپیکرها شریک بسازم.
این کورس از طرف فیفا در شهر کولمبو مرکز سریلانکا میان مربیان 8 کشور جنوب آسیا راه اندازی شده بود. این بود خبرهای ورزشی امشب. از توجه و همراهیتان تشکر. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که تقدیمتان شد. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس. شب خوش داشته باشید. خدا نگهدار.